خیلی ها در افغانستان هنوز با گذشت 40 سال از پایان دوره شاهی به انتقال قدرت میگن پادشاه گردشی. این یعنی هنوز در افغانستان انتخابی بودن رهبر کشور پدیده جدیدیه. جدیدتر از اون و کم سابقه تر از اون انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از یک رئیس جمهور منتخب به یک رئیس جمهور منتخب دیگه است. هرچند خیلی ها در افغانستان به اشرف غنی احمدزی که امروز وارد ارگ ریاست جمهوری شد به چشم رئیس جمهور منتخب نگاه نمی‌کنند و میگن او در اثر یک توافق سیاسی به ارگ راه یافت، نه انتخابات سالم و شفاف. چه موافق این استدلال باشیم چه نباشیم، امروز شاهد بودیم که برای اولین بار در تاریخ افغانستان علاوه بر رئیس جمهور و معاونانش یک نفر دیگه هم به همراه دو معاونش سوگند یاد کرد، عبدالله عبدالله رئیس امور اجرایی دولت جدید. انتصاب او به این مقام هم بخش دیگری از همان توافق سیاسی بود که منجر به تشکیل دولت وحدت ملی شد. دولت وحدت ملی به 6 ماه کارزار انتخاباتی و جنجال‌هاش پایان داد. اما آیا این پایان ماجراست؟ همین دیشب و در حالی که ارگ ریاست جمهوری افغانستان برای مراسم انتقال قدرت آماده میشد، بر سر این که کاخ صدارت یا نخست وزیری افغانستان محل کار رئیس امور اجرایی کشور باشه یا معاون اول رئیس جمهور دعوا بود و تا نیمه های شب مشخص نبود عبدالله عبدالله بالاخره در مراسم تحلیف شرکت میکنه یا نه. شما چقدر موفقیت دولت وحدت ملی و دوامش خوشبینید؟ فکر میکنید گروه های سیاسی تشکیل دهنده دولت وحدت ملی چطور میتونن از بروز اختلاف جلوگیری کنن و انتظار دارید اول از همه چه کاری برای افغانستان انجام بدن؟ از این راه در بحث ما شرکت کنید. ایمیل، وبکم و تلفن و اسمس. این شماره ها را هم یادداشت کنید. 2044-207-765-2077 و 2044-207-765-2078. به این شماره ها زنگ بزنید و شماره بدید تا همکاران من با شما تماس بگیرن، نظر و شماره تلفن خود را اسمس کنید به شماره 2044-78-94-62-11-19 یا ایمیل بزنید به نشانی شما @bbc.co.uk. در فیسبوک و توییتر نوبت شما هم میتونید نظر بدید. این پیام ها در و واکنش های همزمان کاربران افغان شبکه های اجتماعی به مراسم تحلیف رو امروز از فرن تغییر داده میشن. فرن؟ بله، مراسم تحلیف ریاست جمهوری افغانستان امروز مورد توجه کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته بود. این انتخابات که برگزار شد از اول تا آخرش چه کاربران و چه مسئولین در افغانستان به خوبی از اینترنت و شبکه‌های اجتماعیش استفاده کردن تا پیام‌های خودشون رو به یکدیگه منتقل کنن. براتون گزارش میدم، منتظر پیام‌های شما هم هستم. افغانستان امروز بعد از 13 سال یک رئیس جمهور منتخب جدید داره. ببینیم عبدالاحد در قندوز و مصطفی در بامیان در مورد رئیس جمهور جدید کشورشان چه فکر میکنن. آقای عبدالاحد خوشحال هستی و در مورد مراسم امروز چه فکر میکنی؟ بله، بسیار خوشحال هستیم. در قدم نوا از شما از شبکه جهانی بی بی سی بسیار تشکر میکنیم که ما نظر ما را میگن و شبکه جهانی بی بی سی یک شبکه بسیار خوب است، همیشه خبرهای بسیار دقیق برای تمام ملت‌های افغانستان. خب حالا تعریف و تمجید از بی بی سی به جای خود، در مورد دولت جدید چه فکر میکنی؟ دولت جدید دولت بسیار خوب، دولت بسیار موفق است انشاءالله. ما امروز در مراسم تعریف انتظار نداشتیم که اجرا شود، مگر بسیار با شادمانی اجرا شد و تمام ملت افغانستان انشاءالله خوش بزن، 90% خوش بیدیم انشاءالله. یک دولت کارا و یک دولت مثبت روی کار میان شد. خب احتمالاً مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و معاونش و همچنین رئیس امور اجرایی رو به طور مستقیم از تلویزیون مشاهده کردی، چه نکته خاصی بود که مورد توجهت قرار گرفته باشه در این مراسم؟ نکته خاص همی بود که تمام دشمنان افغانستان فکر میکردن که اینها جور نمیان، توافق نمیکنن. نکته خاص همی است که بسیار با شکل آرام و دلچسب موافقه کردن و اردو جان تحلیف را اجرا کردن. پس امیدوار هستی که دولت به کار خودش ادامه بده و موفق خواهد بود. محمد تقی در بامیان، شما موافق هستی، خوشبین هستی که دولت وحدت ملی به جایی برسه و به کارش ادامه بده؟ با تشکر از شما، من باید بگویم که من نسبت به این دولت خوشبین نیستم، با دلیل اینکه این دولت برای مشکلات فراوانی در پیش رو خواهد داشت. این چیزی ما می‌بینیم آغازی این حکومت هم بدون جنجال نیست. خب مثلا چه جنجال هایی چه جنجال هایی شما دیدی در این روزها آقای محمد تقی؟ ما می‌بینیم ما دیروز در دیر دیشب شاهد یک سری مشکلاتی که فقط به خاطر یک یعنی تصرف یک ساختمان صدارت عظما بود دیشب داشتیم، جنجال هایی را اینا کردم. همچنان آقای عبدالله میخواستن تحلیف را تحریم بکند، اون چی که خودشان اعلان داشته بودن که فردا در امروز در تحلیف اشتراک نمی کند، اما گفته می شود که به اساس وساطت آقای کرزی آمدن در اینجا شرکت کردن و حتی بعضی از سخنگویان آقای عبدالله هم گفتن که ما در بعض موارد گذشت کردیم. شما اگر برای اینها اگر برای
حکومت وحدت ملی به صورت دروسون فکر میکنن چی گذشت به شما کردیم. دولت ما، مردم ما 6 ماه انتخابات را پشت سر گذاشتن، مشکلات فراوانی که متوجه مردم ما بودن، هزاران نو مشکل را ما داشتیم. شما به اون هیچ فکر نمیکنید با برای یک تصریف ساختمان توسط یک معاون مثلا رئیس اینها خیلی سخت تمام میشدن، اینها آغاز جنجالهایشان بودن و بعد از این هم تقسیم قدرت به این آسانی صورت نمیگیرد. هر کسی کوشش میکند که از اینهای خاص خودش هم داشته باشه و این هم برای اینها اختلاف نظرهای را پیش خواهد آورد و امکان دارد که برای مردم دردسرساز باشه. آقای عبدالاحد محمد تقی از همشرید از در بامیان هست، معتقده که همین اول وقتی این جنجال ها به وجود بیاد مشخصه که آینده خوبی این دولت وحدت ملی نخواهد داشت. اگه قرار باشه بهش امیدواری بدی که مثل خودت امیدوار باشه به آینده دولت، چی میگی؟ بله، اون نظر شخصی خودشون از تا جایی که یا گفتن 6 ماه دوام کرد جنجال، یا جنجال مردم افغانستان نبود یا جنجال های دشمنان افغانستان بود، انشالله که اونا خونسا شد. ما امیدوار به این هستیم که دولت افغانستان را فعلا جامعه جهانی پشتیبانی نمودن، دولت امریکا پشتیبانی کرد، اتحادیه اروپا پشتیبانی کرد، یک دولت کارا و یک دولت پایدار واسه انشالله جرمه تمام ملت ها دینجا دیده میشه، انشالله یک دولت بسیار خوب روی کار میاد. بسیار خوب. محمد تقی، همینطوری که تلویحا عبدالاحد اشاره کرد، سازمان ملل متحد و قدرت‌های مثل آمریکا ناظر این موافقتنامه بودن و حتی امضا کردن. چقدر امیدواری که نظارت این قدرت‌ها و این سازمان‌های بین‌المللی کمک بکنه به دوام دولت وحدت ملی و موفقیتش؟ یعنی ما باید بگویم که ما با پشتیبانی کشورهای دوست و به سازمان بین الملل اعتبار دارم و باورمند هستم، اما مشکلاتی که بین خود اینها هست و دیدی که برای دو فکر متفاوت هست و اینها ممکن است، همچون که قبلا هم یادآور شدم، مشکل عمده اینها تقسیم قدرت ها و چلکه ها خواهد بود و درست است که اونها پشتیبانی می کنند. اگر وساطت اونها نبود، اگر پشتیبانی اونها نبود، اگر اونها نبود، پادرمیانی جانکری نبود، یا اصلا چنین چیزی امکان نداشت. ما دیده بودیم که انتخابات به شکل فجیعی به بحران کشیده شده بود. متاسفانه که آقای کرزی باید در اینجا پادرمیانی میکرد، نکرد. اینچه که مردم ما انتظار داشت، اینچه که مردم ما با اون باورمند بود، باید میشود که نکرد. ولی حالا هم من اینجا باید بگویم در تمام مسائل ما مشکلات رو فراوان داریم، به خاطر اینکه اگر تقسیم چلکه ها صورت بگیره، اگر در یک زیده ما مشکل اساسی اینجا داریم، این فرض کنیم که چلکه ها هم برای فعلا در یک توافق رسید تقسیم ها صورت گرفت، ولی آینده چه خواهد شد؟ فکر میکنی که این دو نامزد و دو گروه بر سر تقسیم قدرت به مشکل برخواهند خورد؟ حالا باید منتظر باشیم ببینیم در اعلام کابینه چه اتفاقایی خواهد افتاد و احتمالا در اون زمان هم نظر محمد تقی رو بشنویم. فعلا با عبدالاحد در قندوز خداحافظی کنیم. همایون در پل خمری. آقای همایون، اگر شما مراسم رو مشاهده کردی، فکر میکنید چه نکته خاصی بود در این مراسم و چه نکته برای شما جلب توجه کرد در مراسم امروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست اجازه میخواهیم که روز تاریخی را به ملت مردم افغانستان و ملت قهرمان افغانستان از صمیم قلب تبریک بگویم. مراسم تحلیف امروز یک پیام خوب و یک پیام نیک به ملت مردم افغانستان داشت و به دشمنان افغانستان که امید ازیره داشتن که افغانستان دوباره به حالت نابودی و ویرانی ببینن، یک پیام خوبی به اونا بود که به حساب افغانستان، ملت افغانستان و دولت افغانستان یک مسالمت، یک قدرت. همانطوری که همایون داره صحبت میکنه، یک مشکل فنی داریم. صدای همایون هست از پل خمری، متو اسمی که نوشته شد اسم بیننده قبلی بود. شما ادامه بده نظرت را لطفا همایون. بله، و انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز صورت گرفت. مراسم تحلیف امروز من کاملا تعقیب کردم و پیام هایی را که جمهور افغانستان
بر مردم ارائه نمود، از جمله یک تمام مردم افغانستان گفت شهروندان درجه یک هستند، دیگر تبعیض بین اقوام افغانستان وجود نداره و تمام افغانستان به یک، تمام ولایت‌های افغانستان به یک دید دیده میشه. از جمله حرفای جالبی که برای ما تمام شد از وکلای شورای ملی خواست که بعد از این به حساب تبدیلی و منفکی مامورین دولتی مداخله نکنن و حکومت بگذارن که خود به تعیین و منفکی ها و تبدیلی های اراکین دولتی اقدام بکنه و مبارزه قاطع با فساد زرایی و اصلاح سیستم قضا که از جمله مشکلات امروزی افغانستان سیستم قضا و فساد اداری می باشه. صریحا اعلان نمود که مبارزه قاطع با سیستم قضا و فساد اداری می کنه و این عوامل باعث شده که شما دلگرم بشین نسبت به آینده کار دولت. تشکر. همایون در پلخمری روی خط یک بود که صداش داشتیم، اسمشون را نه، و همچنین محمد تقی در بامیان که پیش روی صحبت کردیم. بریم ببینیم فرنج چه آماده کرده در این فاصله. بله، از بیننده های افغانمون خواسته بودیم که درخواست های خودشون و انتظاراتشون از رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی احمدزی بگن، به صورت ویدیویی ضبط کنن و برای قسمت شاهد عینی ما ارسال کنن. تعدادی از اونها رو دریافت کردیم که الان با هم دیگه ببینیم. عبدالملک رستمی هستم، یک تن از جوانان ولایت جازجان. در سیاست خارجی تعریف و مشخص کردن چارچوب و چارچوکات از سیاست خارجی بر مبنای منافع ملی و احترام متقابل کشورهای بیرون که با افغانستان رابطه دارن. مهمترین خواست مردم افغانستان ازشون این است که اینا کوشش بکنن برنامه تدوین بکنن. ما در 4 سال دیگه کجا قرار بگیریم، در 5 سال دیگه کجا قرار باید بگیریم و در 10 سال دیگه باید بعد کجا قرار داشته باشیم. چیزی که در 13 سال گذشته تجربه شد، هر گاه افراد تغییر کردن، کلا سیاست، کلا شیوه کار تغییر کرد. ما دیگه نمیخوایم که این روند ادامه پیدا کنه. اگر دولت خود تغییر میکنه، اگر افراد تغییر میکنن، سیاست کلی پیشبردی کشور ثابت بمونه سر جاش. من عامر صمیم از ترکیه، شهر استانبول. انتظار من از رئیس جمهوری آینده جدید و حکومت آن این است که برای از بین بردن ناامنی های جاری در کشور و فساد اداری کارهای جدی کند. عبدالعزیز میراستم از ولایت بادغیس. پروژه های نیمه کاری که از دوره جناب آقای کرزی در این ولایت باقی مانده، از جمله آب، برق و سرک حلقوی است که اساسی ترین و بنیادی ترین نیازهای مردم ولایت بادغیس را تشکیل میده. فایزه فایز دستم از شهر غزنی. از دولت آینده منتظر هستم تا عرضه خدمات بیشتر به مردم صورت گیرد، در عین حال فراهم کردن زمینه تحصیل و زمینه کاربار برای تمام جوانان در تمام مناطق کشور اقدام صورت گیرد. فرید جمالی هستم از شهر پونای کشور هندوستان. رشد اقتصادی افغانستان و در آخر هم دوری از جنجال های سیاسی که باعث نگرانی مردم و بحران های سیاسی میشه. شهر محمد از ولایت بدخشان. ما همه قدر میخواییم که وطنمان آرام باشه، لذت ببریم. آمدم به غریبی غریبیم، به جوالگری جوالگری، هر انسان که به هر مشغول کار چی باشه آرامترش میخواییم. فضل و دانش هستم از سهر پلخمری ولایت باقر. خواست ما از آقای رئیس جمهور آینده تأمین صلح سرتاسری و مبارزه با فقر، ناامنی و فساد اداری است. همچنان امیدوار هستم که پلان های آینده رئیس جمهور تازه باعث رشد اقتصاد و شکستی افغانستان و تعلیم و تربیه همچنان در افغانستان گردد. اسم انجینر محمد فهیم عاطف از ولایت فاریاب می باشم. در قسمت انتخاب وزرا و مسئولین دولتی دقت لازم صورت گیرد و افراد متعهد به میهن و وطن و افراد تحصیل کرده گماشته شود و کار به اهل کار سپرده شود. ما از رئیس جمهور جدید خوین خواسته داریم که اولا در قسمت صلح و امنیت که نیاز مبرم مردم هست کوشش زیاد نمایند و همچنین وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشند و با فساد اداری جدی برخورد کنند که یک از مشکلات مهم ما مردم است، و همچنین در قسمت حقوق زنان اقدام مؤثر و اساسی انجام بدن. اسم الیاس است، باشنده ولایت هلمند. ما از رئیس جمهور آینده میخوایم که روابط خارجی را خارجی افغانستان را تقویت بخشد تا ما بتونیم پالیسی های خوبی را در قبال مداخلات همسایه ها و کشورهایی که دهشت به افغانستان میپرستند یک موازین خوبی ایجاد بکنیم. بله، نظر چند تا از شهروندان افغانستان که مخاطبان ما هم هستن در ولایت‌های مختلف شنیدین که انتظارهای خودشون از رئیس جمهور آینده افغانستان و رئیس جمهور فعلی آقای اشرف غنی احمدزی برای ما ضبط کرده بودن و خودشون فرستاده بودن به بخش شاهد عینی. شما همچنان میتونید
نظرتون رو برای ما بفرستین، منتظرتون هستم. بریم صحبتتون رو بشنویم. خب بریم سراغ تلفن‌ها. همیرا در کابل هست و باز هم در کابل با علیرضا صحبت می‌کنیم. همیرا، اگر امروز شاهد پخش زنده مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان بودی، چه نکته‌ای برات جالب توجه بود بیشتر از هر چیز؟ با سلام به همه، اون چیزی که مرا بسیار برام جالب تمام شد در مراسم تحلیف حضور والی اول کشور به نام اول آقایی بود که بعدا جناب رئیس جمهور از او به نام بی بی بو یاد کرد و تشکری خاصی ده که جناب رئیس جمهور از همسر خودشان کردن به بعد جمله مسائلی بود که بسیار جالب تمام شد. خب ما در 13 سال گذشته انگشت شمار بود تعداد بارهایی که ما بانوی اول گذشته افغانستان زینت کرزی رو دیدیم. فکر میکنی که حالا که رئیس جمهوری افغانستان داره که در مراسم تحلیف از همسرش یاد میکنه و میگه فعال خواهد بود در کارهای اجتماعی، سیاست رئیس جمهور جدید نسبت به زنان نسبت به رئیس جمهور قبلی چه تفاوتی خواهد کرد؟ حضور بانوی اول کشور در مراسم تحلیف بر جامعه زنان در افغانستان بسیار نوید بخش است، بسیار مسرت بخش است، نشان دهنده اراده سیاسی شخص رئیس جمهور و تیمی که هست در راستای احقاق واقعی حقوق زنان است. شما شاهد هستید در 13 سال گذشته با وجود از اینکه فعالان حقوق زن تلاش های بسیار زیادی کردن برای تثبیت موقعیت حقوق زن در افغانستان، اما ما متاسفانه شکست هایی را مشاهده کردیم و دیدیم، شهدای زنی را هم داشتیم که و عدم اراده سیاسی حکومت در 13 سال گذشته، عدم تطبیق قانون، اهمال وزارت های عدلیه، وزارت داخله و ارگان‌هایی که مربوط به رسیدگی به مسائل خشونت بر علیه زنان هستند. در سالهای اخیر فعالان حقوق زن را بسیار نگران ساخته بود. ما متاسفانه در ماه‌های اخیر تلفات بسیار زیادی در رابطه با خانم‌ها داشتیم. خانم‌های زیادی سر بریده شدند، کشته شدند، مفلس شدند و عملا حکومت هیچ اقدام جدی انجام نمی‌داد برای مجازات مرتکبین جنایت بر علیه خانم‌ها. بسیار خوب. حضور خانم، حالا سوال اینه که شما چه خواسته مشخصی داری؟ فکر میکنی اولین کاری که دولت آینده باید برای افغانستان انجام بده، دولت جدید البته، چه کاری باید باشه؟ اولین خواسته که مربوط به تمام جامعه افغانستان هست تامین امنیت هست. و بعد اون چیزی که برای جامعه زنان افغانستان مهم هست، مسئله اشتراک سیاسی زنان افغانستان در سطوح بالای حکومتی است. به این دلیل که زنها اگر در مقاطع تصمیم گیری و مقاطع مدیریت سیاست و در سطوح بالای تصمیم گیری باشند، میتونن قدم های بسیار موثری در راستای رفع خشونت بر علیه زنان در افغانستان و در جامعه داشته باشند. علیرضا در کابل، برای شما چه مورد خاصی امروز جلب توجه کرد در مراسم تحلیف و انتقال قدرت؟ با عرض سلام خدمت شما و پندرگارتان، امیدوارم که خسته نباشین. یک نقطه عطفی که این رئیس جمهوری که معلوم شد اشرف غنی احمدزی این بود که بنبست سیاسی رو بالاخره شکست و مردم یک نفس راحت کشیدند. و دیگری که در حال حاضر که من میبینم رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و یک رئیس اجرایی هم ما داریم، رئیس اجرایی دکتر عبدالله عبدالله، که این اصلا مغایرت نمیکنه با قانون اساسی ما، چون در قانون اساسی ما فقط رئیس جمهور است که باید انتخاب شده و این که رئیس اجرایی انتخاب شدن در نظر ما در قانون اساسی اصلا نبوده. خب این فکر میکنی مشکلی ایجاد بکنه بر سرای راه دولت آینده این که دو منبع قدرت هستند در رأس کشور؟ خب ببینید، این حالا مثلا این که هم رئیس جمهور داریم و هم رئیس اجرایی از طبق قانون اساسی نبود و بنابراین قانون اساسی در اینجا خب بر این استدلال درست شد که بعضی ها معتقد بودن که این انتخابات شفاف نبوده، مشروعیت زیر سوال رفته و اعتبار دولت آینده دولت فعلی به خاطر توافق سیاسی دو گروه هست نه الزاما انتخابات، برای اساس پست دوم هم ایجاد شد.
100%. ببینید انتخابات بعد از 220 روز مشخص شد و در اینجا رای گیری مردم درسته، مردم در انتخابات شرکت کردن، ولی ما که اوتو میبینیم بین رئیس جمهور کرزی و دو تا نامزده انتخاباتی که آقای اشرف غنی احمدزاده بود و آقای دکتر عبدالله بین اینا توافق صورت گرفت. پس در اینجا رای مردم یعنی چی؟ رای مردم یعنی هیچ. بسیار خوب، شما اگه قرار باشه که یک اولویت برای دولت آینده، دولت فعلی در نظر بگیری، فکر می‌کنی اولین اولویتش چی باید باشه؟ با این حال که مثلا من می‌بینم در دوران تبلیغات انتخابات نامزدان ریاست جمهوری دیدیم که بین آقای اشرف غنی احمدزاده و دکتر عبدالله چه مشکلاتی بود و اینا به هنوز تعیین نشده بودی تو مشکلات ها را داشتن و به نظر من اینا وقتی که کابینه جدید شروع کنن و اینا روی کار بیاین مطمئنن اینا با هم با اختلافات روبرو هستن. بنابراین طبق اونا گفتن اینا میخوان قانون اساسی رو چینج کنن، تغییر بدن. بعد از او خاطر اینا در تغییر قانون اساسی به دوچار خیلی از سری مشکلات های اساسی خواهد شدن که مثلا متشکرم. نظر همیرا در کابل رو شنیدیم و علیرضا در کابل. بریم به سایت فارسی بی بی سی و شماری از نظرات شما. کاربری به نام افغان نوشته از دولت جدید انتظار می‌رود فساد را تا حد قابل ملاحظه کاهش بدهد و قانون را برای همه یکسان اجرا کند و برای تامین امنیت و کاهش فقر تلاش کند. نسیم گفته با دست خالی و جیب خالی کاری از پیش نمی‌رود. بزرگترین چالش دولت جدید هزینه دولتداری است. در دوره قبل به هر حال کمک‌های خارجی می‌توانست مصارف دولت را تامین کند، اما در این دولت بیش از پیش کیسه خالی است. و محمد امین درباره توقع از دولت جدید نوشته تشویق تجار داخلی که با سرمایه‌گذاری‌هایشان باعث رشد سریع کار شوند و با این کار فقر خود به خود از بین می‌رود. دیگر اینکه دولت تمام امور کشور را با همدلی و با کنار گذاشتن تعصب‌های قومی و مذهبی به پیش ببرد. خب اجازه بدید من دو تا بیننده را حیات الله از بغلان رو معرفی کنم و همچنین عبدالنصیر در کابل. آقای عبدالبصیر، من قبل از اینکه از شما سوالمو بپرسم رسیدیم به ساعت 5:05 به وقت لندن، ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان هست. شنوندگان فارسی بی بی سی، رادیو فارسی بی بی سی به جمع ما پیوستن. امروز داریم در مورد مراسم تعلیف و انتقال قدرت در افغانستان صحبت میکنیم. اگر میخواهید در این مراسم در این برنامه شرکت کنید، ایمیل بزنید به shoma@bbc.co.uk و شماره بدید، ما با شما تماس میگیریم. حیات الله از بغلان رو بر روی خط تلفن داریم و عبدالنصیر از کابل. آقای حیات الله، شما اگر یک اولویت برای دولت جدید بخواید در نظر بگیری و فکر میکنی که اولین کاری و مهمترین کاری که باید انجام بده این هست، چیه این اولویت؟ خب بنخواست عرض سلام و عدد دارم خدمت شما و خدمت تمام بیننده های تلویزیون بی بی سی. ما در نخست خواستم از حکومت وحدت ملی در این است که از جناب این دو تن خواهشمند هستم که یکی به حیث رئیس جمهور و یکی دیگر به حیث رئیس اجرایی. خواهش میکنم در مجموع یک خودم در مجموع همه مردم افغانستان خواهان عزیز یک حکومت صلح ثبات آمدی و آبادی باشه و همچنان دور از فساد اداری و ظلم ستم و تروریسم مواد مخدر چیزا تشو در نخست در دونشان میتوانن از دو قوم خود یا از قوم خود هر گون تیم هر گروپ نکنن، از تیم خود از قوم خود در وزرا در کابینه ها یا در چاکی های دیگری که هستن شامل نکنن. باید از اینا که زیاد شد به طور مشخص، اگر آقای حیات الله اگر معتقد باشی که یک مشکل اساسی افغانستان داره و قبل از هر کاری باید دولت جدید به اون بپردازه، چیه؟ یک مورد مثلا. خب یک مورد جدید در نخست همه خواست مردم افغانستان اینیست که صلح و ثبات آرامی در افغانستان باید در مدت تا 13 ساله که آقای حامد کرزی وجود داشته با چالش های خوب بد روبرو بره، تا مشکلات های بیشتر زیاد وجود داشته که همه مردم باعث رنج های زیادی حتی در روزهای بسیار خوب یا پرشکوهی مثلا مانند روزهای عید، مانند روزهای رمضان، حالت کشتار یا گپاد وجود داشته، ولی از حکومت جدید فعلا خواهان هستیم که صلح و ثبات آرامی را در وطن و علیرغم اینکه به قول شما آقای کرزی موفق نبود، فکر میکنید دولت جدید در این زمینه موفق خواهد بود که صلح به افغانستان بیاره؟
خب به نظر شخصی من فکر نمیکنم که این حکومت وحدت ملی یک حکومت موفق باشه، به خاطر چی؟ این صرف در این حکومت دو تیم جاگزین شده، دو قم جاگزین شده و این قدرت که فعلا اینا بعد از دارن و مساویانه تقسیم شده. بسیار خوب. البته دو تیم هستن ولی دو قوم نیستن، هر کدام از قوم‌های مختلفی در خود نماینده دارن. عبدالنصیر در کابل، شما هم معتقد هستی مثل حیات الله که دولت جدید دولت موفقی نخواهد بود؟ من فکر میکنم نه، این اشتباه. خب چرا؟ به خاطر اینکه دولت جدید واقعا تجربه بگم حتیش هم استفاده میکنه، سعی داره که یه حکومتی رو برپا بسازه که بتونه واقعا موفق باشن، یعنی مملکت رو بسازن. خب اگر امروز مراسم تعریف رو مشاهده کردی، آیا مورد خاصی بود که مورد توجهت قرار بگیره در مراسم؟ بله، همین که در مورد اولین حرفی که داشتم میزدن آقای اشرف غنی احمدزک در مورد قوه مقننه بود که من گفت که من میگم که سر از... بله بله، داشتی میگفتی؟ بله، بس این در مورد قوه مقننه گفتن که سر از فردا ما دیگه هر چیزش رو باید به ما گزارش کنه، یعنی کلن تغییر بده. این برای من خیلی جالب بود که در همین 13 سال آقای کرزی هیچ موردی نداشتیم در مورد مثلا قوه مجریه یا قوه مقننه یا در مورد این چیزایی که مثلا به داترا چیز میشه صحبت بکنم، اصلا که این چیزی نداشتیم. و در ضمن مثل همین چندین نمونه از مسئله دولتی دیگر هم گفتن که هیچ وقت نمیتونن خودسر کار کنن، باید اینها بیان از ما مثلا چجوری بگم. خب یک یادآوری بکنم آقای عبدالنصیر برای که سوء تفاهم نشه، قوه مقننه زیر نظر رئیس جمهور افغانستان نیست، قوه مستقلیه. گفت کاری که خواهد کرد اینه که وکلای مردم یا نمایندگان در کار دولت دخالت نکنن، مثلا نامه ننویسن به وزیرها و معاون وزیرها که شما فلان کار رو انجام بدید. مورد احتمالاً منظور این هست. بله تمام درسته، من قبول دارم، ببخشید اعظم کنم. بله این مورد تعجب برای من بود، یکی که اون برادرمون گفت که تمام افغان‌ها به یک چشم می‌بینه، واقعا همینطوره. اما از این بابت خیلی خوشحالم، من فکر می‌کنم دولت موفقی خواهد بود. سپاسگزارم. حیات الله در بغلان و عبدالنصیر در کابل. 6 ماه پیش مردم افغانستان رفتن پای صندوق‌های رأی تا رئیس جمهوری رو انتخاب کنن. دور اول به نتیجه نرسید که هیچ، دور دوم هم جنجالی شد. به میان مردم کابل رفتیم تا حالا که جنجال انتخابات تمام شده، درباره مشکلات درباره تشکیل دولت جدید چه فکر می‌کنن و چه انتظاری ازشون دارن که بشنویم چی گفتن. داریم، چون به خاطر که انتخابات بسیار وضعیت افغانستان، مردم افغانستان و از اقتصاد افغانستان بسیار زیاد ضربه زدن. و از همین خاطر از رای دادن خود خوش نیستیم. این رای هیچ کدام نتیجه نداد. دیگه چقدر در انتخابات دستای مردم قطع شد. دیگه به چقدر بودجه مصرف شد در انتخابات. بالاخره آخرون به نتیجه. این رای شد رای از طریق تفاهم سیاسی و پیش آمد. این از طریق کمیسیون انتخابات اعلان نشد. از طریق رای مردم. از اینکه پروسه با پایان رسید بسیار خوش هستیم. بر اردو جناب محترم اشرف غنی احمدزاده و دکتر صاحب عبدالله یک جان تبریک برش میگیم، خداوند موفقشون بسازه و چیز آرزوهایی که به مردم در روز اول پیشنهاد کرده بودن اگر میاره برآورده بسازه ما طرفدار شد. جلوی بعضی از بی‌نظمی ها گرفته شود، خودسری ها گرفته شود، کار به اهل کار سپرده شود. مردم که خوار و غریب است از این بلدنگ و از این سرمایه و از این گپای خود بگذرن، یکان فابریکه جور کنن برای مردم، مردم شامل کار بسازن. او خوشی که پیش از انتخابات داشتم که ما باید رای بتوم اما نفر مورد نظر ما انتخاب شود، او را حال ندارم، او احساس ما حال ندارم. یکی خوب بسیار طولانی شد، دیگر تقلب و تقلب گفته بسیار شد و تکرار شد و همون چیزی که دل مردم میخواست و دل خودم به صفت یک مادر میخواست که ما باید رای بتوم، دیگر کسای بود دستایشان قطع شد، بدبختی را دیدم، به او قسمی نشد انتخابات. از این خاطر ما راضی نیستم از انتخابات، شاید هم در پارلمان بر کس رای نتونم.
نظرات شماری از مردم کابل بود. الزاماً همه شهروند کابل نبودن، از جای دیگه مختلف بودن. ببینیم که مخصوصا خانم آخری به نظر میرسه از نیمروز باشن، معتقد بود که انتخابات چون طولانی شده او حتی شاید در انتخابات بعدی هم شرکت نکنه. ببینیم ثریا در تهران و همچنین محمد اعظم در کابل در این مورد چه فکر میکنن. خانم ثریا، بالاخره جنجال شش ماهه انتخابات افغانستان به پایان رسید با این مراسم تالیف. شما هم مثل این خانمی که ظاهرا نیمروزی بود و میگفت طولانی شدن این روند و اینکه برای مردم وقت گذاشته نشد باعث میشه که من از این بعد رأی ندم، اینطور فکر میکنی یا خوشبین هستی به آینده؟ سلام عرض میکنم، ببخشید ما به خدا راضی نیستیم به این وقت که اینا دارن کشور خودمون داره میفروشه با آمریکا. چطور؟ یعنی چیکار کردن که به نظر شما کشور دارن میفروشن با آمریکا؟ آخه داره آقای اشرف غنی احمدزی داره این قرارداد امضا میکنه، کشور ما داره با آمریکا میفروشه، ما راضی نیستیم به خدا از این وقت. ما سرگردان میشیم تو ایران زندگی میکنیم، میخوان ما رو بیرون بکنن که واسه این که چرا رئیس جمهور شما این کار انجام میده. خب تمام نامزدهایی که حاضر بودند در انتخابات افغانستان از جمله دو نامزد دور دوم گفته بودند که این قرارداد امضا خواهند کرد و مردم بر همین اساس هم البته شاید به اونها رأی داده باشند. محمد اعظم در کابل، اینکه آقای عبدالله امروز خبرگزاری اعلام کردند که روز سه‌شنبه قرارداد امنیتی موافقتنامه امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد، به نظر شما گام مثبتیه یا مثل ثریا فکر می‌کنی که فروختن افغانستان به آمریکا هست؟ مخیمه در اقید البته اول با عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عرض میکنم که امضا کردن موافقت نامه با امریکا البته بر افغانستان یک چانس است. در حقیقت افغانستان که در 13 سال به حمایت امریکا بوده که افغانستان تا برای سرحد رسیدن، البته من خوشبین هستم نسبت اعلان امضای موافقت نامه با امریکا. حالا از این که موضوع که بگذاریم، بعضی ها معتقد بودن که این دولت مستعجل هست و به خاطر اختلاف هایی که دو گروه با هم دیگه دارن ممکنه دوام نیاره. شما هم چنین احساسی داری در مورد دولت وحدت ملی یا امیدواری که نه به کارش ادامه بده و موفق هم باشه؟ خیلی من موافق باید هستم که حکومت وحدت ملی بهترین حکومت خواهند بود، بخاطر ازی که در 13 سال حکومت کرزی ببینیم تنها آقای کرزی بودن، دیگه هیچ رهبرای جهادی در حکومت در حقیقت ضد حکومت کنه، یعنی اپوزیسیون بودن، هیچ در حکومت سهم نداشتن که آقای کرزی حکومت در حقیقت پیش برد. اما در حکومت وحدت ملی میبینیم که تمام رهبرای جهادی با هم آمدن و کار انشالله به خوبی پیش خواهد بردن، اینا دست به هم دادن تا اینکه افغانستان از این مشکلات نجات بدهند. من خوشبین هستم. خوشبین هستی که دولت موفقی باشه. متشکرم. ثریا در تهران مخالف موافقتنامه امنیتی بود و محمد اعظم در کابل موافقش. پیام های شما آفرین. مراسم تحلیف امروز روی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. کاربران افغان نظرهای زیادی نوشته بودن، همینطور که صحبت‌های آقای اشرف غنی رو توییت می‌کردن یا روی فیسبوک می‌ذاشتن نظرهای خودشون هم می‌نوشتن. یکی از بخش‌هایی که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود از صحبت‌های آقای احمدزی بخشی بود که از همسرش یاد کرده، اونو بی بی گل خطاب کرده و از حمایت‌هاش هم تشکر کرده. این موضوع رو هم کاربرای مرد افغان توییت کرده بودن و هم زنان افغانستان به این قضیه توجه نشون داده بودن. مثلا امید حقبین اومده همه موضوع رو روی توییتر خودش گذاشته و گفته که اسم واقعی همسر اشرف غنی رولا غنی لبنانیه، اما اشرف غنی امروز در مراسم تحلیف گفت من از بی بی گل به خاطر حمایت‌هاش تشکر می‌کنم. زنان افغانم گفتم واکنش زیاد نشون دادن. حمیده حبیبه سوسن روی فیسبوک خودش اینطور درد و دل کرده با بانوی اول افغانستان و گفته حضور بانوی اول رولا غنی احساس خوبی رو به من داد، ناخودآگاه حس میکنم که دیگه بین ما و صلح فاصله نیست، از بانوی اول کشورم انتظار دارم که حضورش رو برای خانم های افغانستانی ثابت کنه، همونطور که زبانم رو میفهمی دردم رو هم بفهمی و درکم کنی که زن بودن در جامعه افغانی یعنی چه. تو رولا باش چون خودت هستی، به امید روزی که دیگه شاهد تجاوز، بینی بریدن، خودسوزی در کشور نباشیم. البته افرادی هم هستن، کاربرانی هم هستن که همچنان به ریاست جمهوری آقای اشرف غنی اعتراض دارن و اعتراض خودشون رو با سیاه کردن عکس‌های پروفایل خودشون نشون دادن، مثل کاوه جبران یکی از نویسندگان به نام افغانستان. برگردیم پیش ستار و پیام‌های شما، صحبتتون رو بشنویم. عبدالرؤوف در هرات و خالده در کابل. عبدالرؤوف، اشرف غنی احمدزی کشورت امروز رئیس جمهور جدیدی داره، چه حسی داری؟
احسانه داریم که جمهور ما خوب رئیس جمهوری از او خوشحالی کردیم، خوشوقتی داریم. همه امیدوار هستیم از او که دولت افغانستان از وقت آقای کرزی 13 سال به دست گرفته اختطافچی و دوز و انتحاری در افغانستان زیاد شده. ما همین خواهش را رجوع میکنیم که اولا به اول اختطافچی و دوز و انتحاری را از بین ببره. اگر خواسته باشه به حقوق بشر کار کنه که دوز در میدین دست دولت، باز حقوق بشر اون فردا از مبعث بیرون میکنه. اختطافچی میگیرم میدم دست دولت، باز فردای حقوق بشر ایران میکنه، اون بیرون میکنه، از مبعث میدازه بیرون. نباید این کار باشه. بلکه هر ظلمه که میشه او ظلم به ظلمیت خود برسه، بعد در سپای دوز قد شه، اختطافچی اعدام شه. نباید این کارو با افغانستان رایج باشه. بسیار خوب، پس فکر میکنی اولویت دولت جدید آقای عبدالرؤوف باید مسائل امنیتی باشه؟ بله. حالا یک سوال دیگه اینه که اگر امروز مراسم ما بیرون شده نمیتونیم از دست دزدا، از دست اختطافچی ها، از دست اینتریا ما هیچ ما نون بخوشی نمیخوریم. اعمال فعلا با افغانستان هیچ امنیت برقرار نیست. دولت هم خودی تنها کار کردن نمیتونه. کار این کارو هم از دست خارجی ها میشه، کلن عدس خارجی ها ما این کار رو میبینیم. بسیار خوب، متشکرم. عبدالرؤوف فکر می‌دار صدای ما رو با تأخیر می‌شنید، بنابراین متوجه سوال دوم نشد. همین سوال رو از خالده در کابل بپرسم که فکر می‌کنه که اولویت جدید دولت باید چی باشه. عبدالرؤوف معتقد بود که باید مسائل امنیتی باشه، شما چطور؟ سلام به تمام بینندگان تلویزیون بی بی سی. اولویت رئیس جمهور منتخب کشور باید اول فساد اداری باشه، دومش هم امنیت باشه. و فکر میکنی در این زمینه موفق خواهد بود یا مثل دولت قبلی که خیلی ها منتقدش هستن عمل خواهد کرد؟ شاید موفق باشه، اما ما از آقای که اشرف غنی احمدزی از اینکه مردم انتخابش کردن خوشبین هستیم، اما از یک نگاه مردم به تشویش هستن که معاون ایشان جناب جنرال دوستم چون به هیچ خب به هیچ دولت پایبند نبوده، یعنی در حضور در ای که آقای اشرف غنی در کابل نباشن کسی بالای جنرال دوستم اعتماد نداره. آها، چون بله. از هیچ نگاه بله. بسیار خب، معتقد هستی که آقای دوستم نسبت به دولت‌های قبلی تعهدی نداشته. حالا خب شاید دولت فعلی چون دولت خودش هست و خودش هم معاون اول هست، شاید این نگرانی شما برطرف بشه. من بیننده دیگری رو به بحث اضافه کنم. با عبدالرؤوف خداحافظی کنیم در هرات. سعید در آلمان، ببینیم که از مراسم تألیف امروز چه نکته جالبی به چشمش خورده. سعید سلام، از ادب دارم برای شما و برای تمام بینندگان شما. تشکر. من یک سوال می بود و نظرم این بود درباره که امروز آقای اشرف غنی احمدزی در باره قضای افغانستان صحبت کرد و گفت که من می خواهم به نزدیکی های بسیار زود در خلایی که در قضای افغانستان هست از بین ببرم. از نظر من به این زودی ها که آقای اشرف غنی احمدزی اعلان کرد که می خواهم در یک هفته یا دو هفته یا دو مدت از بین ببرم، شاید امکانش نباشه. امکان داره در طولانی مدت انشاءالله ای خلاص بین براوه و یک در قدیمه بسیار یک کار نیک شد که دولت وحدت ملی به وجود آمد و مردم افغانستان از این بحران بیرون شدن. بسیار خوب شد که اینا دو کاندید با هم تفاهم کردن و یکی رئیس جمهور و یکی دیگر رئیس اجرایه شدن. امروز هم روز تألیف رئیس جمهور بود. از نظر من بسیار کار نیک شد و آقای اشرف غنی بسیار بودهای خوبی داشتن، به خصوص بوده قوه مقننه و اجراییه که اونا درباره اینا صحبت کردند و و حرف دیگه که اونا داشتن درباره بود که وکلا دیگه کار ندارن و نمیتونن نامه برای وزارتخانه بفرستند یا خودشان به وزارتخانه سر و بال نشان بدن. مشکرم. اینی که قول داد که فساد رو در دستگاه قضایی افغانستان از بین ببره و همین که به وکلای مردم گفت که از این بعد نامه به دولت نفرستن برای کار، نکات مثبت بوده به نظر سعید از آلمان. نظرات شما رو فرین بخونید. بله، نظرات مخاطبای افغانمون رو بخونیم روی توییتر. نوبت شما که تعداد اونها در سالهای اخیر هم زیاد شده، دارن از توییتر زیاد استفاده میکنن، از جمله خود آقای اشرف غنی احمدزی هم اولین رئیس جمهوری هستن که در یکی از کشورهای فارسی زبان دارن به هر حال رئیس جمهور شدن و توییترشون هم به
صورت رسمی امروز تایید شده. بریم با سراغ بیننده هامون. زمرد گفته که مهمترین خواست ما معیاری کردن سیستم تحصیل، از بین بردن فساد، ایجاد امنیت سراسری، حمایت از حقوق زنان، معیاری کردن سیستم قضاست. سردار امیری گفته مبارزه با فساد و خصوصا ارکانهای قضایی از خواستهایی که اون داره. مرسل گفته همین لحظه در کابل انتحاری شد، خواست من از رئیس جمهور تأمین امنیت. امنیت داشتن یکی از مسائلی که ما زیاد دریافت کردیم، موضوعی بوده که توجه مخاطبان ما رو به خودش جلب کرده و انتظاریه که از رئیس جمهور فعلی دارن. و سید گفته که این حکومت وحدت ملی میتونه مستحکم و متداوم باشه به شرط اینکه جاسوسا و همسایه‌های مداخله‌گر بذارن. آفتاب پشت در ماست اگر اجازه بدن. بریم سراغ ستاره رو با تلفن‌های شما رو بشنویم. عبدالبصیر در کابل هست در این قسمت برنامه و همچنین بریم مرکز افغانستان در بامیان با محمد امین صحبت کنیم. عبدالبصیر، آقای اشرف خانی امروز در سخنرانیش بعد از مراسم تالیف مفصل در مورد سیاست خارجی صحبت کرد. کشورهایی را که میتونه افغانستان باشون رابطه داشته باشه به 5 حلقه تقسیم کرد. چه نکته مثبتی یا چه نکته خاصی هست در سیاست خارجی آقای اشرف خانی که مورد توجه شما قرار گرفته باشه؟ اولا سلام خدمت بسردارکاران برنامه شما. ممنون. و تلویزیون بی بی سی و بینندگان محترم. ثانیا ما برنامه تعلیف رئیس جمهور از شروع تا قدم بسیار به دقت دیدم. نقطه جالب که برای ما این بود که در قسمت سیاست خارجی آقای احمد صاحب رئیس جمهور منتخب افغانستان اویی بود که در قسمت پروتکل امضای پیمان استراتژیک با امریکا حرف نزد و در قسمت سیاست خارجی با پاکستان با در جمع میمانای پاکستان که آمده بود آقای اسفندیار ولی، آقای اچکزای و آقای شیرپال بعد از اونا خطاب کرد که به خانه خودتان خوش آمدید. اگر به نظر ما بایی تو سیاست نرم در مقابل پاکستان و دیگه همسایه‌های ما که دنبال و دوام سیاست آقای کرزی در طول 13 سال باشد، به نظر ما سیاست کارا نخورد بود. بسیار خوب. بله بله، جمعه تو تکمیل کن. شما من میخوام یا پیشنهاد دارم از آقای رئیس جمهور، از آقای احمد زاد که در کوتاه مدت قدر نمیشه، در دراز مدت در سیاست های خارجی خود پذیری نظر کند. یکی از نکاتی که شما البته انتقاد داشتی هست که چرا در مورد موافقتنامه امنیتی با آمریکا صحبت نکرد. همین امروز ساعتی پیش خبرگزاری گفتن به نقل از مشاور آقای احمدزئی که این معاهده روز سه‌شنبه امضا خواهد شد. حالا کی امضا خواهد کرد هنوز مشخص نیست. محمد امین در بامیان، شما چه فکر می‌کنید در مورد مراسم تالیف و انتقال قدرت امروز؟ چه نکته خاصی مورد توجه شما قرار گرفت؟ تشکر می‌کنم از تلویزیون بی بی سی. ممنون. و همچنان از خود شما، ما واقعا امروز بسیار خوشحال هستیم چرا که ما نباید نقاط منفی را زیاد نگاه بدیم، چرا که افغانستان واقعا افغانستان کشوری شده که الان دیگه همه همسایه ها و همه جهان بگیو که قرار گرفته، ولی ما بسیار خوشحال هستیم چنانچه که آقای اشرف غنی احمدزئی فرمودن که ما یک اصلاحیت به وجود میاریم. ما خواهان ادی هستیم که این رو میخوانیم به دقیق از اوتی که جدی گرفتن که یک افتر دو افتر ایده خوب امکانش نیست. خب ولی انشالله مطمئن هستیم که انشالله یک اصلاحیت به وجود نه، چون در افغانستان فیلان بسیار مشکلات هست. ما باید نقاط مثبتی را اشاره کنیم. هیچ وقت ما اولاً از تمام همان خود خواهش میکنم که دیگر می بعضی تعصب و بعضی تضاد و بعضی همگفه بانن، فقط نقاط مثبتی را به زبان خود دارن. متشکرم. از ده همراهان میخواهی که منفی بافی نکنن و مثبت ها رو ببینن. متشکرم. عبدالبصیر در کابل رو باش خداحافظی کنیم. اکبر در مزار شریف، ببینیم چه نکته ای از مراسم امروز مورد توجه اکبر قرار گرفته. اکبر. با
بله سلام علیکم خدمت شما آقای ستار سعیدی و همچنین بیننده های بی بی سی سلام عرض میکنم. من بهترین نکته که اولا که تمام صحبت های آقای اشرفانی بسیار کامل بود، کلن مورد توجه من قرار گرفت با توجه به وظایفی که قبلا آقای اشرفانی با توجه به تجربیاتی که داشته کلن صحبت ها جامع بود، مخصوصا در افغانستان سنتی این نکته برای من خیلی قابل توجه بود که از همسرش بسیار به خوبی یاد کرد و به نام بی بی گل، که البته من در صفحات اجتماعی دیدم که بعضی ها چرا گفتن که نامش بی بی گل گفتن در صورتی که اسمش رولا سعاده بوده، ولی در بین افغان ها شما خودتان بهتر میدان یک رسم است، کسانی که عروس میشن به خانه شوهر میرن اسم دیگر براشون انتخاب میکنن. از این نظر چون که آقای اشرف غنی اسم خانمش برد و تشکری کرد، برای من خیلی جالب. متشکرم. احمد شاه در بغلان به جای محمد امین که باهاش صحبت کردیم، ببینیم احمد شاه نظرش چیه. آقای احمد شاه، شما فکر میکنی اولویت دولت جدید چی باید باشه؟ چه مشکل خاصی هست که فکر میکنی پیش از هر مسئله باید دولت جدید بهش توجه کنه؟ درست. تشکر. اول میخوام و سلام خدمت شما و تمام بیننده و شنونده های رادیو تلویزیونی بی بی سی تقدیم بکنم. در قدم بعد خو در کل مردم خواستای زیاد دارن از دولت آینده. ما میخوایم روی چند نکته تاکید بکنم. دیگه همه دوستا بالای هر موضوع صحبت کردن، یکی بالای توسعه و انکشاف زراعت و دوم بالای زیربنای اقتصادی، بعد به این دو راستا توجه مهم داشته باشن. در قدم نخست توسعه و انکشاف زراعت. زراعت امروزی که ما در افغانستان داریم یک زراعت سنتی است، تقریبا بسیار یک کاری ناچیزی در زراعت افغانستان شده. البته میتونیم بگیم که افغانستان یک کشور زراعتی است، ستون فقرات این کشور ما را که است زراعت تشکیل داده، اما زراعت ما بسیار ضعیف و عقب مانده است. باید مسئله دوم نتی به یک زراعت مدرن تبدیل شود. بله بله. و مسئله دوم به زراعت مدرن تبدیل شود، این به این معنی که محصولات ما باید به داخل افغانستان ذخیره و پروسس شود، مارکتش داخل افغانستان باشه. اگر به بیرون میره باید به مارکتی خوبتر داشته باشد، یقین تشویق شوند محصولات خود کشت کار خود پابند به کشت کار خود باشند. و در قدم دوم بالای زمینایی که کشت نمیشه در افغانستان لا مزروع است، یعنی خشک است، من میخوام که اینمی را توجه جدی که آقای اشرف غنی بکنه. دشت بگوا است، دشت لیلی است، دشت گوریما در شمال. دو تا مسئله گفتی، هر دو تا هم در مورد مسئله کشاورزی بود که باید بهش توجه بشه. متشکرم. اکبر در مزار شریف، احمد شاه در بغلان و پیام های شما در پایان برنامه بفرستید. خب هنوز درخواست هاشون و مخاطبان افغان ما دارن از رئیس جمهور کشورشون برای ما میفرستن. مسیح اکبری مثلا روی توییتر نوبت شما گفته که اولین کار حکومت آینده باید امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا و ناتو باشه. روی فیسبوک بی بی سی فارسی هم نظرهای زیادی دریافت کردیم، مثل ناس که گفته از ایشان میخوام امنیت در سراسر افغانستان بیشتر بشه و فقر و بیچارگی از بین بره، در بین مردم چه هزاره، پشتون، تاجیک، ازبک و غیره، بین اونهاش فرق نمیکنه، امیدوارم که همه اقوام بتونن زندگی بهتری داشته باشن. رضا گفته آرزوی سربلندی و پیشرفت برای برادران خواهران افغان دارم، به عنوان یک ایرانی از اتحاد این دو بزرگوار خوشحالم و مطمئنم که با حفظ وحدت کشورشون را به پیش خواهند برد. رامین گفته ما از حکومت اشرف غنی خواهان یک حکومت به راستی ملی و پایدار هستیم، شکوفایی اقتصادی به روی کار آمدن حکومت یک جوان، مبارزه جدی با فساد اداری و مواد مخدر و از بین بردن قوم‌پرستی از خواسته های ماست تا باشد افغانستان یک پارچه و یک دست بشه. محمد رضا هم گفته در قدم اول فساد و در قدم دوم واسطه بازی و افراد مسن و بی‌سواد رو از شوکه های دولتی باید اخراج کنه که نسل جوان بتونه روی کار بیاد و جایگاه ها رو پر کنند و میز فقر و بیکاری و میزان فقر و بیکاری کاهش پیدا کنه. یکی دیگه هم به نام نیما برامون گفته اولین اقدام مشترک ملی که میتونه در اولویت همه برنامه ها باشه سر و سامان دادن به ارتش افغانستان تا بتونن با طالبان مبارزه کنن و اونها رو ریشه کن کنن. ممنون از همه شما که پیام هاتون برای ما فرستادین. ازتون خدافظی میکنم.
تعداد بینندهایی که ما ازشون شماره گرفتیم و نتونستیم بهشون زنگ بزنیم متاسفانه زیاده، مخصوصا راشد در بدخشان و جمشید در هرات خیلی منتظر موندن، ازشون معذرت میخوام. برای ادامه بحث برید به سایت صفحه نوبت شما در فیسبوک یا سایت فارسی بی بی سی صفحه نوبت شما. اما فراموش نکنید همیشه فردایی هست و فردا هم نوبت شماست. تا فردا از طرف من و فرن دیگران عزت زیاد.